گرد همایی رهبران 20 کشور ثروتمند جهان در روم، مبارزه با تغییرات اقلیمی در صدر دستور جلسه. بر اساس پیشنویس اعلامیه گروه 20، آنها قرار است خود را به برداشتن قدم‌های اضطراری برای محدود کردن گرمایش زمین به 1.5 درجه سانتیگراد متعهد کنند. به عبارت دیگر، اقدام برای رسیدن هرچه سریع‌تر به اهداف توافق 2016 پاریس. ما نیاز به بلند پروازی بیشتری داریم تا ما را در مسیر معتبری برای رسیدن به این هدف قرار دهد. هدفی که علم به ما میگوید تنها آینده پایدار برای زمین است. این مستلزم اقدام ملموس با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان 45% تا سال 2030 است. کشورهای گروه 20 مسئولیت ویژه‌ای دارند تا این هدف را زنده نگه دارند، به دلیل اینکه آنها 80% گازهای گلخانه‌ای را منتشر می‌کنند. یک روز پیش از برگزاری این نشست، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به واتیکان رفت و با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرد. بایدن سکه‌ای به پاپ هدیه داد که معمولاً به مبارزان هدیه داده می شود و او را بزرگترین مبارز برای صلح خواند. نکته قابل توجه این که شی جین پینگ رئیس جمهور چین، یعنی کشوری که بزرگترین منتشر کننده گازهای گلخانه‌ای به حساب می آید، به طور حضوری در این نشست شرکت نخواهد کرد و از طریق ویدیو کنفرانس پیام خود را به دیگر کشورهای عضو خواهد رساند. همزمان با این نشست، عده‌ای در اعتراض به توزیع ناعادلانه واکسن کرونا بین کشورهای توسعه یافته و باقی کشورهای جهان در پایتخت ایتالیا تجمع کردند. امروز با اعضای سازمان اورژانس، آکسفام و اتحاد مردمی برای واکسیناسیون تجمع کردیم تا از رهبران گروه 20 بخوایم پیش از رفتن جان مردم رو نجات بدن. تا به حال تنها 2.8% مردم کشورهای کم درآمد به واکسن دسترسی داشتن. پس امروز مهمه تا از رهبران کشورهای گروه 20 بخوایم برای دسترسی جهانی به واکسن، واکسن‌های مازادشون رو توزیع کنن و دانششون رو در اختیار دیگر کشورها قرار بدن. کنفرانسی که قرار است به مدت 12 روز در گلاسگو با شرکت بیش از 100 نفر از رهبران جهان برگزار شود، با هدف اطمینان حاصل کردن از رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای به 0 تا اواسط قرن 21 میلادی و تخصیص بودجه برای مقابله با تغییرات اقلیمی. هومن میرقاسمی.